سلام بچه ها، خیلی خوشحالم که با جلسه درس ادبیات در خدمتتون هستم. امیدوارم که امروز جلسه خیلی مفید و پرباری داشته باشیم. مهندس، من تصویرم اینجا هستش باسم؟ دست شما درد نکنه. خب امیدوارم که جلسه خیلی خوب و پرباری داشته باشیم. من تصورم این هستش که خیلی خوشحال و راضی قطعا جلسه امروز رو شما شرکت خواهید کرد، خیلی با رضایت کامل به اتمام میرسونید، به جهت اینکه یه سری اتفاقات خیلی خیلی مثبت براتون قراره بیفته. شاید اتفاقاتی که خودتون هم براتون قابل هضم نباشه. مگه میشه مثلا توی یک جلسه ما بتونیم مثلا به یه همچین خروجی دست پیدا بکنیم، یه همچین نتایجی واسه ما ایجاد بشه؟ حالا میبینیم با هم چه اتفاقایی میفته. اما باید ببینیم که امروز سر چه کلاسی نشستید. ببینید عزیزای من، درس ادبیات از اون درسایی هستش که خب شاید بهش کم لطفی زیاد شده. از چه جهت میگم کم لطفی؟ از این جهت که این تصور هستش که حالا یه درس حفظیه، حالا میخونیم، یاد میگیریم، ببینیم به کجا میرسونیم و اینها. اما باید دقت داشته باشید بچه ها، جالبه بدونید که ما تو کنکور سراسری 98 بچه ها، مثلا در رشته تجربی، تقریبا میتونم بگم که بله تمام درس ها رو صد داشتیم. یعنی تو آخرین کنکوری که برگزار شد دانش آموز زیست رو صد زده بود، دو سه نفر فکر میکنم زیست رو صد زده بودن، فیزیک، ریاضی، شیمی، اینا همه صد داشتیم. بریم تو عمومی ها که نزدیکتر به درس ادبیات میشه، دانش آموز فکر میکنم بیش از 40 نفر، 37-8 نفر، 40 نفر حدودن عربی رو صد زده بودن. شاید بالای 70 نفر دین و زندگی رو صد زده بودن و زبان هم یه عددی تو همین مایه ها بود. اما جالبه بدونید بچه ها، تو تمام دروس رشته تجربی تنها درسی که صد نداشتیم درس ادبیات بود. دقت کردی چی بهت گفتم؟ فقط درس ادبیات بود که ما صد نداشتیم و این یه فکر میکنم زنگ خطر خیلی بزرگ باشه برای ما. دوستان عزیز، من اشکان خانقاه، مدرس و مؤلف درس ادبیات، از سال 81 مشغول به تدریس این درس هستم و حدوداً 17-18 عنوان کتاب تو این زمینه تألیف کردم، از کتاب‌های رنگ رنگ قلمچی بگیرید، اون زرد و بنفش قلمچی و اینها که الان دیگه هنوز باقی نمونده، اون زمانی که اسم انتشارات خیلی سبز هنوز خیلی سبز نبود، اسمش انتشارات سبز بود، من برای سبز کتاب نوشتم، انتشارات 20، انتشارات عرض به خدمتتون شبقره اینها، و اخیراً هم در واقع کتاب قرابت معنایی تصویریم در انتشارات مهر و ماه به امید خدا رو به اتمام هستش و انشالله برای کنکور امسال در دسترستون قرار خواهد گرفت. بنده دانش آموخته کارشناسی ارشد ادبیات محض از دانشگاه شهید بهشتی هستم و قصد دارم که امسال کار رو بسیار بسیار علمی، اصولی و پیگیرانه باهاتون جلو ببرم. من در مورد درس ادبیات لازمه یه نکته رو بهتون بگم بچه ها. درس ادبیات از اون درسایی هستش که سهل ممتنع هستش در واقع.
آقا یعنی چی سهل ممتنع؟ یعنی آسونه ولی هر کسی از پس این آسون بر نمیاد. از دور خیلی سخته ولی این سختی رو به راحتی میشه با روش درست هموار کرد و از پیش رو برداشت. ببینید عزیزای من دانش آموز رتبه کم نداشتم. اتفاقا اون پستی که دیشب یکی از دوستان برای من استوری کرده بود، نوشته بود با مدرس رتبه یک کشور ادبیات را بخوان، من فکر میکنم شاید بالای 5-6 نفر رتبه تک رقمی داشتم بچه ها تو این چند سال تدریسم و الا ماشالله خب رتبه دو رقمی سه رقمی که بسیار بوده. اما آخرین دانش آموزم که رتبه تک رقمی آورد خانم فائزه قائم دوست، رتبه 3 کشور از شهر زاهدان، که ایشون درصد ادبیاتش بسیار کمکش کرد. حالا میگم چرا، به جهت اینکه اون سال ایشون تنها کسی بود که در کشور ادبیات رو با یه دونه غلط پشت سر گذاشت، درصدش 94.6 شد، نزدیک 95 شد و نفر دوم دوتا نزده داشت، 92 بود درصدش و بالاترین تراز ممکن در کشور رو فائزه به تنهایی کسب کرد و بسیار بسیار توی رتبه 3 شدنش تأثیر داشت. ببینید بچه ها، من حالا چرا فائزه رو مثال زدم؟ به جهت این که بهتون بگم بچه ها، فائزه از اون دانش آموزایی بود که ادبیات رو از ابتدا و همسو با دروس اختصاصیش آغاز کرد. بچه ها فراموش نکنید فائزه دانش آموزی بود که زیست و صد زد، دانش آموزی بود که زبان و عربی و فیزیک رو هم صد زد و این دانش آموز شاید تو ذهن خودش پیش از اینها صد ادبیات رو در نظر گرفته بود، اما دیدیم آخرش هم نتونه صد بزنه، اما بالاترین درصد کشور رو اون سال به تنهایی کسب کرد. بچه ها ویژگی بارزی که بخوام برای این دانش آموزانی که رتبه شدن، دانش آموزانی که ادبیات رو اینقدر تونستن بالا بزنند، این هستش که خیلی آهسته و پیوسته کار رو از ابتدا آغاز کردند و طبق برنامه ریزی که بهشون دادیم کار رو جلو بردند. نمیخوام بچه ها کلیشه‌ای صحبت کنم، نمیخوام بیام یه سری شعار بدم که همه دارن میگن، میخوام یه سری از تجربیاتم رو در اختیارتون بذارم، میخوام بگم که چی کار میتونیم بکنیم که موفق باشیم. بچه ها یه عدد برای من اعلام بکنید، تصور میکنید بچه ها چند درصد داوطلب ها میتونن ادبیات رو بالای 60 بزنن تو کنکور، مثلا این کنکور آخر رو بگید، کنکور سراسری 98، چند درصد داوطلب ها تونستن ادبیات رو بالای 60 بزنن؟ من همین رو فقط میخوام ازتون بدونم، یه پیشنهاد بدید ببینم حدودا چقدر تصور میکنید این دانش آموزها باشن. مهندس چت بچه‌ها اینجوری از بالا به پایین هستش دیگه، آره، یعنی اونا که پایین ترینش. بسیار خوب، اوه اوه چه نزه، اوه 25% بچه‌ها بالای 60 زدن. 35 ثانیه، 20%، 30، او یکی که بگه 60%، بابا خیلی شما ها دلتون خوشه، امکان نداره همچین اتفاقی بیفته. اصلا همچین چیز، نه من رو تصویرم دارم میگم، نه اصلا این خبرها نیست. بچه یه چیز عجیب غریب بهتون بگم، فقط 1% داوطلب ها هستند
که میتونن ادبیات رو به درصدی بالاتر از 60 دست پیدا بکنن. این برای امسال و پارسال و پیارسالی تقریبا تو 10 سال اخیر عدد همین بوده، مثلا رسیده 0.9%، 1.1%، مثلا چه میدونم 0.8%. دقت میکنی؟ ولی من این اطمینان رو به شما میدم در پایان کلاس امروز این آمار براتون مضحک به نظر بیاد که آقا چرا باید اینجوری باشه؟ ما که امروز اینقدر تونستیم خوب تستا رو جواب بدیم، چرا باید مثلا آمار اینقدر ضعیف باشه؟ این همون سهل ممتنه است که بهتون گفتم بچه ها. این همون چیزیه که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم و وجه تمایز خودمون رو بسازیم. بسیار خوب، میبینین؟ تعجبا رو میبینین چه خبره؟ همه بچه ها اصلا رفتن تو دیوار. ای وای، بذار من برم. خیلی خوب. نه، به هیچ وجه من نمیگم ناامید شید، من میگم چیکار کنید، من میگم از این فرصت بیایید استفاده بکنیم و از این موقعیتی که ایجاد شده، از این غفلتی که خیلی ها دارن، ما بیایم سود ببریم و خودمون رو متمایز کنیم، خودمون رو بکشیم بالا. گرفتی چی بهت میگم؟ بسیار خوب. آره ما 1% هستیم. خب حواسا جمع. ببینید عزیزای من امروز رو میخوام با بحث آرایه های ادبی شروع کنم. خوب حواسا جمع باشه بچه ها، میخوایم بتره کنیم ها. خوب حواسا رو جمع کنید. ببینید عزیزای من، دخترها و پسرهای گل، بحث آرایه های ادبی از اون بحثایی هستش که هر کسی از پسش بر نمیاد، از اون بحثایی هستش که واقعا اگر که بتونیم از پسش بر بیایم، فکر میکنم واقعا جز 1%ها قرار بگیریم. من چیزی نمیگم، خودتون تصمیم بگیرید در پایان جلسه امروز که ببینید میتونید جز 1% باشید یا نه. درست شد؟ حالا بریم ببینیم چی کار میکنیم. ببینید بچه ها، تست های آرای ادبی حواستون به برد باشه. بچه ها برد دارن؟ جانب. یا روح همون تصویر که فرد میکنم. بسیار عالی. ببینید بچه ها، سویچ میکنید شما؟ بسیار عالی. خب بچه ها تخته رو داشته باشیم، بریم رو تخته. پس الان دیگه بچه ها فقط تخته رو داریم، حواست جمع. ملاحظه بکنید، من اومدم گفتم که تست های آرایه های ادبی به طور کلی چند دسته هستن بچه ها. تست ها به طور کلی من 3 دسته معرفی کردم این تست ها رو. همون جور که ملاحظه میکنید اومدیم گفتیم که دسته اول تست های تک بیت هستن بچه ها. من اول اعداد کلیش رو بذارم. دسته اول تست های تک بیت هستند، همونجور که دارید ملاحظه میکنید. دسته دوم تست های چند بیت هستند که 2 سوال از اینها شما خواهید دید. و دسته سوم تست های تک آرایه هستند که با توجه به نظام جدید، با توجه به تست های نظام جدید بچه ها که تبدیل به 4 تست آرایه شده، شما این 4مین تستیه که اضافه میشه واسهتون بچه همون تست تک آرایه. قبلا تست های ما 3 بود تو نظام قدیم. چجوری بود بچه ها؟ اینجوری بود که میومد میگفتش که این بیت چه آرایه هایی داره؟ این یه تستش بود. میومد میگفتش که ترتیب قرارگیری آرایه ها به چه شکل هستش و میگفتش که مثلا آرایه ذکر شده در مقابل کدام گزینه حالا درسته یا غلطه. درست شد؟ حالا دقت داشته باشید بچه ها. در مورد کلیت موضوع باید اول روی تصویر بهتون نشون بدم این 1-2-3 که نامگذاری کردیم چجوری هستش. اول دوست دارم یه ذهنیتی واسه تون شکل بگیره. خوب دقت داشته باشید بچه ها. مهندس بریم رو تخته. ببینید عزیزای من، تست اول که اسمش گذاشتیم تست تک بیت،
خوب دقت کنید. تست اول که تست تک بیت ما هستش، یه بیت میدن میگن آرایه‌های ذکر شده در مقابل آرایه‌های ذکر شده کدوم گزینه واسش درست. اینو فعلا بذار باشه، اول رو اون تستای سخت‌تر مانور بدیم. ببینید، بریم اول سراغ نوع دو، ترتیب قرارگیری یا آرایه روبرو یا کل در یک. خوب دقت کنید بچه‌ها، قیافه تست ترتیب قرارگیری رو میشناسید بچه‌ها؟ تست ترتیب قرارگیری دارید میبینید بچه‌ها، میگه آقا آرایه های مثلا فلان و فلان و فلان و فلان و فلان به ترتیب در کدام ابیات آمده است. خوب دقت کنید بچه‌ها، من پیش از هر چیز باید برای زدن تست ترتیب قرارگیری، کلن تست های نوع دو، باید اون لیست آرایه های هفت گنجم رو بلد باشم. دقت کنید بچه ها، هفت گنج آرایه من چیا هستن؟ ابتدا تناقض، بعد تضاد، بعد حسامیزی، مرحله بعدی تلمیح، و بعد تضمین. ششمی بچه ها اسلوب معادله، و هفتمی هم عزیزای من حسن تعلی. خب ببینید بچه ها، این هفته آرایه رو من برای چی نوشتم؟ این هفته آرایه آرایه هایی هستند که ببخشید من این برای نگاه میکنم بچه ها، چون در واقع میخوام شما رو ببینم. الان شما در واقع برای من تو این مانیتور نظراتتون ثبت میشه و میخوام ببینم که چی میگید، در واقع بحثمون چی هستش. آره تخترم بزرگتر کردیم در مورد قرابت هم بچه ها کار میکنیم روش قطعا به موقعش. قرابت رو هم تو همین تابستون آغاز میکنیم 100%، و اصلا واسه اون که یه برنامه خیلی ویژه دارم، یکی از دوستان لطف کرده بود استوری کرده بود این موضوع رو که با مبتکر قرابت معنایی تصویری درس بخون، و خب واقعا هم همین هستش. من کسی بودم که بحث قرابت معنایی تصویری رو ابدا کردم، ثبت اختراعش کردم و دارم چاپش میکنم براتون که انشالله با نگاه به بیت کامل مفهوم قرابت معنایش براتون تداعی بشه و به راحتی بتونید از پس گزینه‌هاش بر بیایید بچه‌ها. بسیار خوب، ببینید بچه‌ها، برگردیم سر بحث آرایه‌مون. چرا من این هفت گنج رو واسه‌تون نوشتم؟ بچه‌ها هفت گنجی که واسه‌تون نوشتم به این معنی نیستش که ما فقط و فقط اجازه داریم از این هفتا استفاده بکنیم، نه. اما بحثمون اینجاست بچه ها، ما اگر که یکی یا دوتا یا سه تا از این هفتا تو صورت سوالمون باشه، بهترین حالت این هستش که از اونها آغاز کنیم و بعد به واسطه حذف گزینه کار رو جلو ببریم. بچه ها تو این تست نمیخواد بری رو تصویر، همین من رو برد و بچه ها نشون میدم. تو این تست بچه ها نگاه کنید چه اتفاقی داره میفته. برگشته میگه که آقا جان، ترتیب قرارگیری آرایه های اسلوب معادله، کنایه، ایهام تناسب، حسامیزی و حسن تعلیل، ترتیب قرارگیری. خوب دقت کن چی بهت گفته. میگه ترتیب قرارگیری اینها در ابیات الف به جیم دال و ه مثلا تو کدوم گزینه به درستی ذکر شده. ببینید بچه ها، بهترین روش برای پاسخ دهی به این تست چیه؟ شاید خیلی ها به اشتباه بیان چیکار کنن؟ خیلی ها به اشتباه میان مثلا فرض بفرمایید که الف رو میخونن. من دیدم تو تلویزیون و اینا، مثلا این کسایی که پول میدن میان تلویزیون برنامه اجرا بکنن، یه روش های غلط من در آوردی میان خودشون میگن که یه همچین در واقع خطراتی داره.
چیکار کنیم بچه؟ مثلا من دیدم بعضی میگن آقا الف رو بخون ببین چه آرایه‌ای داره، ب رو بخون ببین چه آرایه‌ای داره، این حرفای صد من یغاز. نه، اون هفت گنج رو که واسهتون نوشتم حفظ شد یا نه؟ یه بار تکرار کن من هفت گنج رو، بگو بابا جان. تناقض یا همون متناقض نما یا پارادوکس، تضاد، 3 حسامیزی، 4 تلمیح، 5 تضمین، 6 اسلوب معادله و 7 حسن تحلیل. درست شد؟ تناقض، تضاد، حسامیزی، تلمیح، تضمین، اسلوب معادله، حسن تحلیل. تو ذهنت موند؟ درست شد؟ میدونم تو ذهنت مونده ها، فقط یه بار دیگه نگاه کن بهشون، یه بار دیگه این هفته رو نگاه کن. حله؟ بریم بچه ها. روش چیه؟ اول میایید چیکار میکنید؟ اول میایید بچه ها بهترین آرایه صورت سوال رو متناسب با اون هفت گنج انتخاب کنید. خوب دقت کن، دارم بهترین و منحصر به فردترین روش تست قرائت معنایی رو بهت میگم. دو تا از تستای آرایت رو، دو تا از چهار تا رو به این روش به راحتی جواب میدی. بگو ببینم بهترین آرایه صورت سوال چیه؟ سری بگو به منا بهترین آرایه صورت سوال چیه؟ توضیح میدم اسلوب معادله و فلان و اینا رو در هفته رو با هم بررسی میکنیم. بهترین آرایه صورت سوالت اینجا چیه؟ مرسی، مرسی، باریکلا، باریکلا، حسامیزی. آقا بر چه اساس بهترینه؟ بر اون از بر اساس اون اولویت بندی هفت گنجی که انجام دادیم، درسته؟ حسامیزی انتخاب کردم. به من بگو ببینم حسامیزی چندمین آرایه صورت سوالته؟ بگو سری. 1 2 3 4 5 درسته؟ چهارمین آرایه صورت سوالت هستش، درست؟ مرسی، درود بر شما. سریعا میری چی کار میکنی؟ میای چهارمین قسمت گزینه‌هات رو مشخص میکنی. چهارمین قسمت گزینه‌ها رو مشخص کردم، درست؟ حواسات جمع. چهارمین قسمت گزینه‌ها رو که مشخص کردم، نگاه کردم که دو تا ه دارم، یه الف یه جیم. اولویت چیه بچه‌ها؟ اولویت چیه طبیعتاً؟ اولویت مسلماً خب اون تست، اون گزینه‌ای هستش که تکراری باشه دیگه، درسته؟ چون به احتمال زیاد اون باید داشته باشه. میریم نگاه می‌کنیم ها، اما من دارم اولویت رو بررسی می‌کنم. درست شد؟ الان بچه‌ها ه رو انتخاب می‌کنیم. اول ه رو می‌ریم بررسی می‌کنیم. بچه به من بگید ببینم ه آیا حسامیزی داره یا نداره؟ آقا حسامیزی چیه؟ حسامیزی چیه بچه‌ها؟ حسامیزی در واقع ترکیب دو حس از حواس پنجگانه است. منو نگاه، حواس پنجگانه ها، نمیدونم حس تنفر و خستگی و خواب آلودگی اینا ملاک نیستا. حواس پنجگانه، بینایی، بویایی، چشایی، شنوایی، لامسه. مثل اینکه برگردم بگم بوی بهبودی ز اوضاع جهان میشنوم، ناکن بو رو دارم میشه، این حسامیزیه. درست شد؟ مثل این که برگردم بگم ببین چه میگویم، بینایی و شنوایی رو با هم ترکیب کردیم، باریکلا. خب هه داره، درود بر شما. کو میشه برام بنویسید توی چی حسامیزی داریم؟ باریکلا شکرخنده تنازی، درست گفت، باریکلا، احسن. این حسامیزی ما، خنده شیرین. خنده رو بچه ما میبینیم و یا نهایت میشنویم که شیرین چشاییه، میشه حسامیزی. بچه ها نبینم الان بزنی دو و چهار رو سریع حسب کنی ها. یه نگاه 5 ثانیه‌ای به الف، یه نگاه 5 ثانیه‌ای به جیم میندازی، بعد اون وقت با خیال راحت حذف میکنی. آقا الف رو بخونیم. آه از این قوم سیاه‌دل که گران میدانم به زر قلب وصال مه کنعانی را. حسامیزی داشتیم؟ خیر. آقا حالا که حسامیزی نداشتیم ببین چه اتفاق باحالی میفته. ببین چه اتفاق باحالی میفته. کل گزینه دو حذف. آقا چرا کلشو؟ آقا ادعا کردم که الف حسامیزی داره، نداشت دیگه. کل این تو این تست خوراکمون حذف گزینه است بچه‌ها. جیمو 5 ثانیه وقت بذاریم. جان محال است که در جسم بود فارغ و خواب آشفته بود مردم زندانی را. حسامیزی داشتیم؟ خیر. اصلا یه دونه حس هم نداشتیم. چه برسه به حس آمیزی. درسته؟ آقا کل گزینه 4مون هم حذف. درست شد؟ اینم از این. میریم بچه‌ها بین گزینه 1 و 3 تصمیم گیری کنیم.
قاعدتاً الان باید برم کجا؟ باید برم حسن تحلیل دیگه. میتونم برم؟ نه. آقا چرا نمیتونم برم؟ نگاه کن دیگه. ببین چه اتفاقی افتاده. میبینی؟ جفتش ب هستش. کاری نداره که آقا بریم مثلا یا مسلمه چی کار باید بکنیم الان دیگه اینها. یا باید بچه ها برم سراغ این، الف هم که مشترکه، یا باید برم سراغ این، یعنی یا اسلوب معادله یا ایهام تناسب، که دیگه خیلی کار پیچیده ای نیست. من فکر کنم دیگه همه تون فهمیدید که به جواب رسیدیم. حتی با ایهام تناسب هم به راحتی میشه، قاعدتا باید بریم سراغ اسلوب معادله مثلا چه، ولی حتی با ایهام تناسب هم میشه به جواب رسید بچه ها. دال جیم، دال دل آغاز تحریک هوا آسوده است نیست از باد خطر تخت سلیمانی را، جیم جان محاله که در جس و فارغ وال خواب آشفته بود مردم زندانی را. بیا چی داره میگه؟ هوا، درست شد؟ ایهام تناسب چیه؟ یک واژه دو معنی داره و برای یکی از دو معنیش متناسبی در بیت وجود داره دیگه، درسته؟ بیا این متناسبش، اینم چیه؟ هوس. دال الان بچه ها ایهام تناسب داره، پس جواب گزینه سه، یک و سه هم حذف شد. ببین من کاری ندارم الان دقیقاً کیا به جواب رسیدن، الان دقیقاً کیا فهمیدن مثلا هوا دقیقاً چرا ایهام تناسب داره. نه فراموش نکن یه نکته ای رو ها، جلسه اولته، اولین باریه که داری همچین تستایی رو میبینی. میدونی چی برای من مهمه؟ بچه ها اینو به من جواب بدید، آیا همه تون متوجه شدید چی شد من به جواب گزینه یک رسیدم یا نه؟ این برام مهمه. اصلا برام مهم نیستش که الان به من بگید که آقا تمومه، من اصلا کامل فهمیدم چی شد، من نمیدونم خودم به جواب گزینه. اگه اینجوری بشه که چه بهتر. ولی سوالم اینه، الان فهمیدید من چجوری به جواب گزینه یک رسیدم یا نه؟ اصلا ماهیت زدن این تست رو گرفتید یا نه؟ ترتیب قرارگیری، بهترین آرایه رو یه اوکی به من بدید ببینم بچه ها. ببینم اولویت بندی رو یاد گرفتی؟ فهمیدی من چرا رفتم مثلا اول سراغ فلان آرایه، بعد جایگاهش رو پیدا کرده؟ همین رو به من بگید، من کفایت میکنم مثلا. مرسی 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 بچه ها، باری کلا باری کلا باری کلا، احسن به شما، احسن. آره عزیزم، آره یه بار دیگه الان توضیح میدم، درود بر شما، باری کلا. به به زهرا فندی هم که اینجاست. چطوری زهرا جان، حالت خوبه؟ خانم فندی نژاد عزیز، خب من یه در واقع مروری روی این آرایه ها داشته باشم. میخوایم بریم با هم تست بزنیم بچه ها، میخوایم بریم با هم تست بزنیم. حواسا جمع، من این هفته رو یه بار سری توضیح بدم، چون با این هفته میخوایم بریم تست بزنیم. اولی تناقض. بچه ها تناقض، برای اینکه توضیحشو بدم اول باید دقت داشته باشید. من وجه تشابه تناقض و تضاد رو بهتون بگم، بنویسید برام ببینم تشابه تناسب و تضاد و تناقض چیه. بچه ها بله خانم فهندج عزیز، خب ببینید عزیزای من، تضاد و تناقض، باریکلا، آره باریکلا، تضاد و تناقض بچه ها در هر دو امر ضد وجود دارد، درست شد؟ در هر دو امر ضد هم وجود دارد. اما دقت داشته باشید، در تناقض این دو امر ضد نمیتونند توامان در کنار هم قرار بگیرن. ببین آقا مگه داریم که در کنار هم قرار بگیرن؟ آره دیگه، تضاد همینجوری دیگه، در کنار هم قرار میگیرن. آقا چه شکلی؟ هیچی، من یه جیبم پره یه جیبم خالیه، این تضاده. آقا شما غنی هستی من فقیر، این تضاده، مشکلی نیست، درست شد؟ اما در تناقض دقت کنین، درود بر شما، باریکالله، در تناقض دقت کنید بچه ها چه اتفاقی میفته؟ اون دو امر ضد توامان بر یک نفر قرار حمل بشه و این امر محاله و
و همچین چیزی امکان نداره بچه ها. من نمیتونم در آن واحد مثلا هم جیبم این جیبم پر باشه هم جیبم خالی باشه. پر از خالی محال عقله. من نمیتونم بچه ها در آن واحد، خوب دقت کن چی بهت میگم، من نمیتونم در آن واحد هم در واقع خندان باشم هم گریان باشم. من نمیتونم در آن واحد هم باشم هم نباشم. هرگز حضور حاضر غایب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است. توجه میکنید؟ این میشه چی؟ تناقض. پس دقت داشته باشید بچه ها، در تضاد دو امر ضد وجود داره ولی ناقض هم دیگه نیستن. در تناقض امر محال رخ میده. اینو باید دقت داشته باشید. حس آمیزی که گفتید ترکیب دو یا چند تا حس از حواس پنجگانه با هم هستش، مثالش هم زدم واسه تون. تلمیح بچه ها خب اشاره کنه به داستانی، شعری، آیه‌ای، حدیثی، چیزی. اما دقت داشته باشید بچه ها، تلمیح دو دسته است. یه دونه تلمیح داستانه که خب ما باید بلد باشیم، طی سال خورد خورد باید داستان‌ها رو توی تستنیای مختلف یاد بگیریم. مثلا چه میدونم داستان چشمه خضر رو، حالا نوح و عیسی، موسی، عصا، اینا رو بلدید. اما یه سری مثال های خاص‌تر مثلا چشمه حیوان، آب حیات و آب حیوان، اینها چیزایی هستش که حتما باید بهش بر بخوریم توی تست ها یاد بگیریم. این یه دسته از تلمیح، اون دسته داستان هاش هستش. یه دسته دیگه تلمیح به آیه و حدیث و اینها هستش. خوب دقت کنید بچه ها، الان پیش خودتون میگید آقا خب ما آیه و احادیث رو همه رو نمیتونیم حفظ باشیم که. بله، آیات و احادیثی که در کتابتون ذکر شده رو بهتون میدن. توجه کردی؟ اونا میشه چی؟ میشه در واقع تلمیحای به آیه و حدیث. خب محمود و عیاز، بله. خب در مورد تضمین، خب میدونین عین آیه، عین حدیث، عین شعر کسی استفاده بشه تضمین هستش. مثلا مثل چی؟ مثلا یه تضمین آیه بخوام مثال بزنم، میگه چشم حافظ زیر بام قصران حوری سرش، شیوه جنات تجری من تحت هل انهار داشت. این آیه قرآن رو حافظ استفاده کرد. یا مثلا شهریار چی میگه؟ چه زنم چون آی هر دم ز نوای شوق بودم، که لسان غیب خوشتر بنوازد این نوا را، همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی پیام آشنایی بنوازد آشنا را. این در واقع شعر حافظ رو آورده شهریار. اسلوب معادله رو سوال کرده بودید بچه ها، اسلوب معادله رو دقت داشته باشید. هرگاه دو مصرع یک بیت، خوب دقت کنید، هرگاه دو مصرع یک بیت از نظر آقا امیر جعفری، که امیر جعفری ادای منو داره در میاره، تو رو خدا شاخش نکنید بابا. هرگاه دو مصرع یک بیت بچه ها از نظر ظاهری ارتباطی با هم ندارن و در واقع بچه ها مصرع دوم میاد با یک بیان دیگه مفهوم و محتوای مصرع اول رو تکرار میکنه. خوب دقت کن چی دارم بهت میگم. از نظر ظاهری ارتباطی با هم ندارند، اما مصرع دوم تکرار مصرع اول از نظر محتوایی. خوب دقت کنید بچه ها، ببین اینو همه بلدید. آقا مساوی بذاریم بین دو مصرع اگر معنی داد، اسلوب معادله است. آقا جای دو تا مصرع رو عوض بکنیم اگر معنی داد، اسلوب. اینا همه بلدن. به نظر من چیزی که همه بلد باشن راهگشای ما نیست. ما احتیاج به یه سری موارد خاص‌تر داریم بچه‌ها. عزیزای من، مهمترین چیزی که تو در واقع اسلوب معادله شما رو کمک می‌کنه و منجر به این میشه که شما خیلی سریع‌تر از پس اسلوب معادله بر بیاید، این هستش که به دنبال استقلال معنایی و دستوری در مصرع اول باشید. آقا یعنی چی؟ یعنی این که وقتی مصرع اول رو میخونی حرف تموم شه. یعنی تو به دنبال شنیدن ادامه مطلب نباشی. مصرع دوم دوباره یه حرف جدید شروع شه، تموم شه. بیتو نگاه، واسه میخونم دقت کن. میگه که زین بی خردان سفله بستان،
داده دل مردم خردمند. اینم مصرع دومش. ببینم الان مصرع اول استقلال معنایی و دستوری داشت، حالا به ظاهر یه فعلی هم تازه تهش اومده بود. زین بی خردان سفله بستان. آقا چیو بستان؟ یاد میگیریم با هم بستان از اون فعلای داد و ستدیه، مفعول میخواد، حتما متمم میخواد. متمم مصرع اول اومده بود، مفعولش کو؟ آقا کل مصرع دو که مفعولش بود که، درست شد؟ زین بی خردان سفله بستان چیو داد دل مردم خردبند را. بچه یه همچین بیتی 100 سال دیگه هم اسلوب نمیتونه داشته باشه. دقت کردی چی شد؟ گرفتی استقلال معنای دستوری نداشتن یعنی چی؟ حله؟ حالا این بیتو نگاه کن، حالا برمیگره میگه آدمی پیر چو شد هرس جوان میگردد. استوب، مصرع اول تموم، استوب. آدمی پیر چو شد هرس جوان میگردد. جمله ادا شد، مفهوم کامل ادا شد. حالا مصرع دوم، خواب در وقت سحرگاه گران میگردد. دقت کردی چی شد؟ فهمیدی اسلوب معادله دقیقا یعنی چی؟ این چت بچه ها رو مهندس رفت. آدمی پیر چو شد هرس جوان میگردد، خواب در وقت سحرگاه گران میگردد. گرفتین چی شد بچه ها؟ پس دقت داشته باشید عزیزای من، من بیارم اینجا هم شما رو داشته باشم بچه ها. خواب در وقت سحرگاه گران میگردد، این اتفاقی که حرفی که تو مصرع اول زد عیناً داره تو مصرع دوم هم همین حرف رو میزنه. گرفتی چی شد؟ احسن، باریکلا. میگن که قطع شد، وصل شد. حالا منم بچه ها وصلم اینجا، همین بر وصلم، همون بر وصلم، مشکلی ندارم. نه بچه ها، من که کامل وصلم، مشکلی ندارم. خب وصله، خیلی خب، حله، حله، مشکلی نیست، امید به خدا. خب ببینید عزیزای من، اسلوب معادله رو یاد گرفتیم. استقلال معنایی و دستوری مصرعها از هم نشون میده که یه بیتی میتونه دو مصرعش با هم اسلوب معادله داشته باشه یا نداشته باشه. خب آرایه آخر، حسن تعلیل بچه ها. حسن تعلیل چی میگه؟ حسن تعلیل بچه ها میگه که ببین اسمش رو نها کن، حسن تعلیل یعنی علتاوری. علتاوری چی؟ عادی، خیر، علتاوری زیبا. حالا در مورد حسن تعلیل باید یه نکته خیلی خیلی مهم یاد بگیرید بچه ها. اتفاق واقعی، دلیل غیر واقعی، درست؟ اتفاق واقعی، دلیل غیر واقعی. دقت داشته باشید بچه ها، در مورد اتفاق واقعی این نکته بسیار نکته مهمی هستش. خیلی ها هستن که تصور میکنن که همین که یه دلیلی ادبی آورده بشه کفایت میکنه. آره باری کلا، اینجا بچه ها دارن میگن. ببینید بچه ها، در مورد این موضوع این نکته رو در نظر داشته باشید بچه ها. من برمیگرم میگم که خوب دقت کن مثالم رو. من هر شب به گرد ماه میگردم چون تو رو تو ماه میبینم. دلیل ادبی آوردم دیگه، چون تو رو تو ماه میبینم. این حسن تعلیله؟ به هم بگید ببینم، من هر شب به گرد ماه میگردم چون تو رو تو ماه میبینم، این الان حسن تعلیله؟ باریکلا، باریکلا. چرا حسن تعلیل نیست؟ چرا حسن تعلیل نیست؟ آها نه نه نه، باریکلا. چرا حسن تعلیل نیست؟ به جهت اینکه
اتفاق واقعی نبود. اما اگر من برگردم بگم آقا من هر شب به ماه نگاه میکنم چون تو رو توی ماه میبینم، این حسن تحلیله. چون اتفاق میتونه واقعی باشه، من میتونم ماه رو نگاه کنم، بعد حالا دلیل غیر واقعی چون تو رو تو ماه میبینم. دقت داشته باشید به این موضوع. خیلی خوب، بسه، بریم سراغ این نوع تستمون، بریم سراغ این نوع از تستمون. بچه ها تست شماره 2 رو هم میزنیم. خوب خوب حواسا جمع. این مجدد آره خانم فندج این چیز نداره، در واقع ارتباط منطقی وجود نداره دیگه، چون علت خیالی، ولی حواست باشه اتفاق باید واقعی باشه. این رفت دوباره یه لحظه ایزه بدید نداریم. خب بچه ها تست شماره 2 بیایید ببینم، به من بگید ببینم بچه ها در تست شماره 2 از کدوم آرایه باید شروع کنیم؟ سریع‌تر اینو برای من مشخص کنید بچه ها. از کدوم آرایه شروع کنیم؟ استعاره، تشبیه، پارادوکس، حسن تعلی. سریع منو کمک کنید ببینم بچه ها. استعاره، تشبیه، پارادوکس، حسن تعلیل. زوم کردم عزیزم، زوم کردم، اوکیه. پارادوکس، باریکلا، پارادوکس، طبق اون هفت گنجمون پارادوکس رو باید انتخاب میکردیم دیگه. پارادوکس، پارادوکس یا همون تناقض. به هم بگیم ببینم بچه پارادوکس چندومیه؟ پارادوکس چندومیه؟ بشماریم با هم. 1 2 3 4 چهار تا هم سوال داریم، چهار تا هم آرایه در صورت سوال داریم. سریعا بریم کجا بچه ها؟ بریم پد چهار تا آرایه داریم، سومین آرایه است. بریم سومین قسمت گزینه ها رو بچه ها مشخص کنیم. بریم سومین قسمت گزینه ها بچه ها. چجوری داریم؟ دال ب ب الف، درسته؟ دال ب ب الف. بچه ها پیشنهادتون چیه؟ از کدوم باید شروع کنیم؟ از کدوم باید شروع کنیم؟ قطعا اونی که باریکلا، احسن، درود بر شما، اونی که چیه؟ تکراریه. الان ب رو میخونیم، درست شد؟ ب رو بخونیم ببینیم بچه ها تناقض داریم. زمیوه گرچه در این بوستان سبک باریم، همان چو سرو به آزادگی گرفتاریم. تناقض داریم یا نداریم؟ باریکلا، تناقض داریم یا نداریم؟ قطعا که داریم. کو آقا تناقضم؟ اینها به آزادگی گرفتاریم. درود بر شما. نبینم الان ندید یک و چهار رو حذف کنی ها. میری یک و چهار، یک میگه دال، چهار میگه الف. الف، دلم به پیش تو میخواست جان فرستم ولی کبوتر جان را نبود قوت بال. یک تناقض داشت، خیر. کل گزینه چهار، پس الف تناقض نداشت، کل گزینه چهار حذف شد، درسته؟ حالا دال رو میخونیم. خواهم اندر پایش افتادن چو گوی، ور به چوگانم زند هیچش مگوی. دال تناقض داشت؟ نه آقا نداشت، پس کل گزینه یک هم حذف میمونه. 2 و 3. پارادوکس کار خودش رو واسه ما کرد، پارادوکس کار خودش رو کرد. بریم سراغ چی؟ حسن تعلی. چهارمی، چهارمین قسمت گزینه هامو مشخص کن. جیم الف، جیم و حسن تعلی داریم یا الف؟ بخون به من بگو ببینم، بخون ببینم. باری کلا، درود بر تو، درود. سرعت میخوام ها، سرعت میخوام ها. سریع به من بگو ببینم جیم حسن تعلی داره یا الف؟ الف رو میخونم. دنبال چی میگردی؟ دنبال علت آوری. یه اتفاق طبیعی افتاده باشه، دلیل غیر واقعی باشه. الف، دلم به پیش تو میخواست جان فرستادن ولی کبوتر جان رو نبود قوت بال. اتفاقی افتاده که دلیل غیر واقعی آورده باشه. جیم، مگر ای ظلم زهال دلم آگه شده ای که پراکنده و شوریده و سرگردانی. داشتی علامت تعلیل رو؟ که درود بر شما، باریکلا، باریکلا، احسنت، احسنت. پس چه اتفاقی افتاد؟ با کمال احترام جواب گزینه 2. درود بر شما بچه ها، خیلی قشنگ مشخص کردید. میخواید حالا بیایم اثبات بکنیم بچه ها؟ بیایید اثبات کنیم. الف باید چی داشته باشه؟ استعاره داشته باشه، درسته؟ بیا، دلم به پیش تو میخواست جام... دلم
میخواست فلان کارو بکنه. آقا دل که انسان نیست، همین که تشخیص داره میشه استعاره دیگه. جلسات بعدی کاملی داره با هم کار میکنیم، تشخیص، استعاره، تشبیه، اضافه تشبیه، اضافه استعاری، انواعی هم یا همه رو با هم کار میکنیم. آقا الفت هم که درست از آب در اومد، دال باید چی داشته باشه؟ تشبیه داشته باشه. چگوی بیا دیگه، تابلوتر از این میخوای، اینم از این. جواب گزینه دو. باریکلا باریکلا، احسنت، تحلیلش هم کردم عزیزی جان، باریکلا باریکلا، خیلی خوب خیلی خوب، خیلی راضیم خیلی راضیم. بچه ها بدون اینکه من کمک بکنم، بدون اینکه من کمکی بکنم، حواستون باشه این فقط اینش افتاده. خب حله. آقا تست 5 رو برای من جواب میدید، گزینه رو اعلام میکنید، ببینم چی کار میکنید. ای بابا نه، رو موبایلم هم. حل میکنید، یه رفرش بکنید بچه ها، کسایی که مشکل دارن. نه سه تا گزینه نداره، گزینه 4ش اینجاست. من زیادی زوم کردم، اشتباه کردم، زیادی زوم کردم. بیا اینم 4 تا گزینه. سری باشید بچه ها، سری باشید، ببینم چیکار میکنید. خب من هیچ کمکی نمی کنم، فقط لطفاً گزینه رو واسه من اعلام بکنید، ببینم چی کار میکنید. الان رو بردیم؟ خیلی هم عالی، سری باشید. از چی شروع کردید بچه ها؟ من سکوت میکنم. خب باریکلا باریکلا، جوابا داره میاد. باریکلا باریکلا. احسنت احسنت باریکلا. نیلوفر باریکلا. رویا ایلیا باریکلا. خیلی عالی خیلی عالی، خیلی خوب. حلش بکنیم بچه ها، حلش کنیم با هم. از چی شروع کردیم بچه ها؟ اومدیم از تضاد شروع کردیم. آقا چرا تضاد؟
واسه اینکه خب آقا تو این هفت گنجمون این تضاد بهترین آرایه صورت سوالمون بود دیگه. خیلی عالی، خیلی عالی، باری کلا از تضاد شروع کردیم چون بهترین آرایه صورت سوال. تضاد چندمین آرایه صورت سوال بود بچه‌ها؟ چهارمین آرایه صورت سوال بود. میرم سراغ چهارمین قسمت گزینه‌ها. یک میگه جیم، دو میگه دال، جیم، الف. درست شد؟ آقا اول بریم سراغ مشترکا دیگه طبیعتا. درسته؟ مشترکا رو میریم بررسی می‌کنیم. یک جیم داره، سه جیم داره، بعد دیگه دال و الف داریم. جیم رو نگاه میکنیم ببینیم تضاد داریم یا نداریم. پی دیدن خرامش سر کوچه ها استادم، پی جلوه جمالش در خانه ها نشستم. آقا تضادت کو؟ تضادت کو؟ استادم و نشستم طبیعتا. درسته؟ پس 100% جیم الان تضاد داره. یه نگاه بچه ها بریم به دال. دو میگه دال، چهار میگه الف. الف پیش رفتار تو برنگرف از خجده از سر به سرکش که به ناز از قد و قامت برخواست. خیر ندارد. چه اتفاقی میافتد بچه ها؟ طبیعتا این اتفاق کل گزینه چهار حذف میشه. دو میگه دال، چگونه از خط حکم تو سر بگردم که من مطیع و حکم تو پیش من مطاع. تضاد نداریم بچه ها، مطیع و مطاع اینا همه یه معنی داره و دو هم کامل حذف میشه. جواب یا یک یا سه. بچه ها بگید ببینم سراغ جناس بریم، تشخیص بریم یا مجاز. درست شد؟ اکثرا هم دیدم رفتید سراغ جناس. جناس رو انتخاب میکنیم. جناس چندومی آقا؟ اولی. اولین قسمت، اولین قسمت یک میگه الف، دو سه میگه ب. درسته؟ الف پیش دنبال جناس میگردم. یک واژه با واژه دیگه حداقل اختلاف رو داشته باشه. درست شد؟ یعنی یک واج اختلافش باشه. پیش رفتار تو پا بر نگرفت از خجلت، خب هیچی. سر به سرکش که به ناز از قد و قامت برخواست. چیزی داریم بچه ها؟ سرو سرکش، این سرکش ها با سرو نمیتونه داشته باشه. درست شد؟ آقا الف ندارد. ب، ای نسیم کوی معشوق این چه باد خرم است، تا کجا بودی که جانم تازه میگرد به بوی. پیدا کردی جناس شو؟ باری کلا، باری کلا. نیلوفر کوی و بوی، باری کلا. بیا کوی بوی، اینم از جناسش و جواب گزینه سه. باری کلا، خیلی عالی، خیلی عالی، باری کلا. خیلی خوشحالم، خیلی خوشحالم که همچین دانش آموزایی سر کلاسمه. احسن به شما، احسن به شما. بچه ها یه دونه تست دیگه واسه من بزنید ببینم، یه دونه دیگه بزنید. من مطلقاً هیچ کمکی نمی کنم. آقا میذاریم رو بورد، من مطلقاً حرفی نمیزنم. یک دقیقه دیگه شما جواب رو واسه من بذارید. تست هفت، تست هفت رو واسه من جواب بدید با دقت ها، ببینم چی کار میکنید بچه ها. دیگه خودتون میدونید از چی شروع کنید، به چی ادامه بدید، دیگه خودتون میدونید دیگه. ببینم چی کار. اگه هفت رو درست جواب بدید سورپرایز اصلی واسه تون رو خواهم کرد. حله؟ یک دقیقه وقت دارید. بریم رو برد.
خب ببینم چیکار کردید بچه ها، ببینم چیکار کردید. خب گزینه ها رو اعلام میکنید بچه ها. گزینه ها رو اعلام کنید واسه من. به کجا رسیدیم بچه ها؟ خب باریکالا باریکالا. احسنت احسنت. باریکالا باریکالا باریکالا. خیلی خوب خیلی خوب. بریم حل کنیم با هم. از چی شروع کردیم بچه ها؟ از حسامیزی. درسته؟ حسامیزی چون برترین آرایه صورت سوالمونه دیگه. وقتی بخوام از حسامیزی شروع کنم باید چیکار کنم؟ باید ببینم حسامیزی چندمی آخری. آخرین قسمت گزینه هام دال الف جیم الف. درسته؟ دال الف جیم الف. بریم ببینیم که اون تکراریه که الف باشه داریم یا نداریم. الف وصل هجران است اگر دلها ز یک دیگر جداست. هجر باشد وصل اگر دلها به هم پیوسته است. درسته؟ ببخشید من درسته الف رو خوندم. الف داشت بچه ها؟ الف استامیزی داشت؟ خیر. ببینید اون تکراری هم که گاهی اوقات ببینیم که اکثر اوقات دارن تکراری اصلا یه دونه حس هم نداشت، چه برسه به حس آمیزی. درسته؟ کل گزینه دو و چهار با یه دونه آرایه حذف شد. باریکلا درود بر شما. حالا دال و جیم بچه ها داریم به جواب میرسیم با یه آرایه. حال کنید با این روش ها. دال از توهی مغزی است امید گشاد از ماه عید. ناخن تنها برای پشت سر خاریدن است. داشتیم؟ خیر. جیم باید داشته باشه. کو اسلامیزید نیست پروا عاشقان را از نگاه تلخ یار. دود خشک شمع ریحان تل پروانه است. چی شد؟ نگاه تلخ. درست شد؟ جیم حسامیزی داره. بچه من به عنوان یه دانش آموز یه ذره میترسم الان سری برم بزنم مثلا گزینه سه برم تست بعدی. میدونین چی کار میکنم؟ یه دو تا دونه آرایه رو میام اثبات میکنم واسه خودم. مثلا دارم میگم ترجیح میدم بیام الان تلمیح رو هم واسه خودم پیدا کنم. درست شد؟ تلمیح کجا باید باشه؟ تلمیح توه به باید باشه. درست شد؟ به آبی که زندگانی جاوید میدهد. همون آب حیات ها بچه ها. آبی که زندگان همون آب حیاتی بود که اینا گفتم خردخورد باید یاد بگیرید. بچه ها دال باید اسلوب معادله داشته باشه. نگاه کن از توهی مغزی است امید گشاد از ماه عید. ببین میگه خیلی باید توهی مغز باشی که فکر بکنی که حالا عید که اومد خودش همه چی رو درست میکنه. همان طور که بیا اینم مساویه بینش مساوی رو چی معنی میکنیم؟ همانطور که ناخون تنها برای پشت سر خاریدن است. یعنی همونقدر که ناخون مثلا میتونه کمک بکنه قراره مثلا این تحویل سال و نو شدن عید هم مثلا انقدر کمک بکنه. گرفتی؟ اینم اسلوب معادلش. الف هم که خب تشبیه داره دیگه. وصل هجران است یعنی وصل مثل هجران میتونه باشه اگر که فلان جور باشه. هجر باشد وصل. بیا اینا دوباره یه تشبیه دیگه. اینا رو کامل بهتون میگم بچه ها. اینم از تشبیهمون. جواب گزینه سه. باریکالا باریکالا باریکالا. احسن به شما. حالا بچه ها میخواستم اون سورپرایز اصلی رو کنم واسه تو بچه ها. آماده هستید یه نکته خیلی مهمی بهتون بگم؟ آماده هستید؟ فقط خواهش میکنم نظرتون رو بنویسید برام وقتی که شنیدید این موضوع رو. بچه ها با توجه به کاری که کردیم، با توجه به چیزی که پیش بردیم با هم، باید بهتون بگم که بسیار بسیار راضیم ازتون. بسیار بسیار خوب کار رو در آوردید، جلو آوردید. تستایی زدید که بالای 70-80% درصدتون درست جواب دادید.
و دست مریضاتون میدونی چیه؟ تمام تست هایی که الان جواب دادید تست های سراسری آخرین کنکور برگزار شده کشور بود، به افتخار خودتون، درود بر شما. اینکه دانش آموزانی آموزش پذیر هستید، اینکه تونستید اینجور همراه کلاس قرار بگیرید و به این شکل اون قضیه سهل ممتنعی که بهتون گفتم رو حل بکنیم با هم. بله بله، همش تستای کنکور بود، همش تستای سراسری 98 تا. نه فکر کنی رفتم مثلا 72 73 80 80 خور، نه، همشون تستای سراسری 98. اینا سطح استاندارد کنکور بودن عزیزم. بله بله، اینا همه تست سراسری سطح استاندارد کنکور بودن. اون میگه رتبه‌مو بدیم برم. نه عزیزم، تستای کنکور همشون روش دارن، اگر که با روشش جلو بریم میتونیم اینجوری از پسشون بر بیایم. شما فقط روش رو لحاظ کنید، همسو با کلاس بشید، مطمئن باشید که به راحتی میتونیم از پس همه این تستا بر بیایم. خب ببینید بچه ها، من یه نمای کلی از باقی در واقع تستان بهتون میگم، اما قرار نیست اونا رو کامل، اون دو نوع دیگه قرار نیست اونا رو کامل امروز تموم بکنیم، اینا میشن واسه جلسه بعدی. بچه ها از جلسه بعدی ما دیگه به شکل هممون به شکل رجیستر شده سر کلاس حاضر میشیم، ثبت شده باید باشیم بچه ها، و انشالله به امید خدا کلاس ها طبق یک روال ثابت، طبق یک برنامه ثابت بچه ها ادامه پیدا میکنه. فقط جشن قبولی بیاید تو استدیوی کلاس نت بگیرید، میگم ما میاییم. بچه ها راستید بنویسید برام ببینم از کدوم شهر هستید، اینو برای من مشخص کنید ببینم. بچه ها همه تون شهراتون رو بنویسید بچه ها، یه آمار بگیریم ببینیم الان گستردگیمون چجوریه. شهراتون رو بنویسید همه تون بچه ها. خب چراغ اول شیراز روشن کرد، باریکلا. نه الزامن همه کانونی نیستن بچه ها. کرج، یه نفرم از ایشالله فکر کنم. آستارا داریم، شیراز، شیراز، کاشان، کرج، بوشهر، کرمانشاه، کرمانشاه، کرج، کرمانشاه، تهران، باریکلا، باریکلا. یه نفر که میگه من کنار سعدیه هستم. درود بر شما. بله پرچم نسل قلم هم بالاه. آذربایجان غربی. خیلی خوشحالم بچه ها این گستردگی رو دارم میبینم. اوه اوه بچه ها به کرمانشاهی ها برخورد. خیلی خوب، عرض کردم بچه ها انشالله از جلسه بعدی به شکل رجیستر شده کار رو جلو میبریم. باید ثبت بشید بچه ها انشالله دیگه، کار روی یه اصول تمامه دیگه، تمامه دیگه، کار روی اصول دقیق و درستی باید جلو بره به امید خدا، و انشالله طبق یه برنامه مشخصی دیگه بچه ها کلاس ها رو برگزار میکنیم. اگر واقعاً تصمیم چیز دارید، محکمی دارید برای استفاده به استفاده از این سیستم، لطف کنید هر چی سریعتر بچه‌ها تصمیمتون رو قطعی بکنید، به جهت اینکه خب ما
دیگه از یه جایی به بعد دیگه نمیتونیم به این شکل در باز و اکانت باز و اینها در خدمتتون باشیم، همه چی باید مشخص بشه، زودتر تصمیم گیری بکنید. اون بچه هایی که در واقع دانش آموز شیراز هستند مراجعه کنند تو آموزشگاه نسل قلم، تکلیفشون اونجا مشخص بکنن. اون عزیزانی که عرض به خدمتتون که دانش آموز کرمانشاه هستن، دانش آموز هرسین هستن، دانش آموز کرج هستن، با مرکز با مؤسسه تماس بگیرن، با در واقع نمایندگی کرمانشاه هرسین در ارتباط باشن. بچه های کرج میتونن با خود دفتر مرکزی کلاس نت در ارتباط باشن. دونه دونه بچه ها راه های ارتباطی که مشخصه. بچه ها پرسیدن که آقا کلاس ها چند روز در هفته، چند ساعت اینها؟ ببین عزیزم، همه کلاس های اختصاصی 2 جلسه در هفته یعنی 3 ساعت برگزار میشه و کلاس های عمومی 90 دقیقه هستش در هفته. ثابت این برگزار میشه تا اردیبهشت، اردیبهشت سال بعد. و البته خب فراخور زمان برگزاری کنکور خب ما هم باید تصمیم گیری بکنیم. دقت داشته باشید بچه ها، خیلی باید مراقب باشید. امکان داره امسال بچه ها سال کنکورتون دیگه 12 ماه نباشه شماها. ببین تا به خودت بجنبی شده وسط مرداد. ممکنه تا بخوای شروع کنی کارت به 11 ماه بکشه. این موضوع رو لحاظ کن تو ذهنت، خیلی مراقب این قضیه باشید بچه ها، چون احتمال داره انشالله با عادی شدن شرایط کنکور دوباره برگرده همون مثلا اوایل تیر ماه، 5-6 تیر برگزار بشه و این اتفاق میفته. خب چند جلسه هستش؟ دروس ما در کلاس نت تقریبا چیزی بین 35 تا 40 هفته برگزار میشه بچه ها. 35 تا 40 هفته یعنی دروس اختصاصی بین 75 تا 80 جلسه بچه ها خواهد بود. خیلی تعداد جلسات بالایی هستش. و دروس عمومی هم بین 35 تا 40 جلسه خواهند بود بچه ها. یعنی کامل مطلب رو ادا میکنیم براتون. دیگه فکر نمی کنم چیز خاصی مونه. در مورد کتاب بچه ها کامل چیز نکنین، الان تصمیم گیری نکنین. حالا دیگه نامردی نیست. ببین شرایط یکسانه دیگه. مثلا ناراحتی در این قضیه که نمیدونم برای ما 11 ماه، مثلا برای بقیه مثلا 12 ماه، امسال که شد 14 ماه. نه، از این دید نگاه نکنید بچه ها. شرایط هم برای همه یکسانه. شما که امسال کنکور میدید که با مثلا کنکور 1400 با 99 مقایسه نمیشن که. 99 تموم شد دیگه. کنکور 99 تموم شد. شما کنکور 1400 دید. هر کی سر جای خودش. اینا اینجور نیستش که با هم برگزار بشه که. شرایط واسه همه یکسانه. قبلا مگه اینجوری بود؟ قبلا بچه‌ها به این شکل بود که تازه از مهر و آبان می‌دیدن چی به چیه، کی به کیه. حجم درسام خیلی بیشتر از الان بود. اینجوری بود که چون همه تو 8-9 ماه میخوندن اصلا به چش نمیومد. بعد رفته رفته اومد جلو، اومد شد 10 ماه 11 ماه 12 ماه. درست شد؟ به خاطر همین قضیه نگران نباشید، شرایط برای همه یکسان هستش. خیلی خوب. بله آزمون هم داریم، آزمون کلاسی که اصلا سر جای خودش، بعد از اون طرف آزمون ماهانه هم که قطعا برگزار میشه. نگران نباشید. اگر که بچه ها سوال درسی داشتید، اگر سوالی در مورد این موضوع داشتید بچه ها، میتونید به پیج من سر بزنید بچه ها، میتونید اونجا دایرکت به من بدید و کامل خب مشخص همون اشکان خانگاه هستش دیگه بچه ها. میتونید این پیج من هستش توی اینستا اشکان خانقاه، میتونید به اینجا سر بزنید بچه ها. اگر سوالی داشتید بپرسید و من پاسخگوتون خواهم بود انشالله به امید خدا. و یا اینکه در واقع توی تلگرام میتونید خب سرچ کنید، ولی اون اینستا خیلی
کار راحت تری هستش. همون اشکان خانقاه رو اگر که سرچ کنید به راحتی میتونید پیج ما رو داشته باشید و سوالاتتون رو بپرسید. بسیار خب بچه ها، ظاهرن یکی دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم برای پایان کلاس. من فقط یه جمع‌بندی بکنم ببینم چی کار کردیم. بچه ها خوب حواستون جمع باشه. ببینید، من اومدم گفتم که میاد چی کار میکنید. از هفت گنج استفاده میکنید. خوب دقت کنید. هفت گنجمون رو گفتم اولویت بندی هامون هستش: تناقض، تضاد، حسامیزی، تلمیح، تضمین، اسلوب معادله و حسن تلی. اینا رو توضیح دادم واسه تون. روی تست نمونهش رو بهتون نشون دادم چی کار میکنیم. بچه ها بیاید یه کار باحالی بکنید. شما چی کار میکنید بچه ها؟ میاید این تستایی باقی مونده رو، خب بجز تست 1 3 9، آره بجز تست 1، نه 9 هم میزنید، بجز تست 1 و 3، فقط 1 و 3 رو نمیزنید. خوب دقت کنید اینا رو برای من بچه دایرکت کنید. یه بار اینا رو کامل واسه من دایرکت کنید، بجز تست 1 و 3، یعنی از 4، اصلا از 4 عدد رو بفرستید واسه من. آقا روش تست 4 چیه بچه ها؟ تست 4 هم همونه، این همینه. از بهترین پرانتز انتخاب میکنید، شروع میکنید کار رو. الان بچه ها مثلا تو تست 4 بهترین پرانتز کدومه؟ الان من میام میگم آقا به نظر من مثلا بهترین پرانتز اینه. اول از این شروع کن، میری واسه حذف گزینه و اینا، درست شد؟ یا مثلا تو تست 6 بچه ها آقا بهترین پرانتز کدومه؟ به نظر من ببین پارادوکس خوبه، حسامیزی بهتر، اما چون کنارش مجازه، مجاز ضعیفه، حسامیزی جناس قویه دیگه. میبینی مثلا از جناس میای شروع میکنی. توجه کردی؟ حالا میایید از بهترین پرانتز کار رو آغاز میکنید. بچه یه اسکرین بگیرید اینا. الان بچه نگاه کنید، بیا الان از تست 4، از الان از این صفحه اسکرین بگیرید، حالا چه کامپیوتر باشه چه گوشی موبایل باشه، تست 4 رو اسکرین گرفتی؟ 4 رو جوابشو واسه من میفرستی؟ درست شد؟ دایرکت کن برام، من بررسی کنم. 6 رو اسکرین بگیر، سوال 6 رو اسکرین بگیر برام بفرست. آدرسم هم از اینجا اتفاقا دیگه. سری گرفتی؟ برام جوابشو دایرکت کن. تست 8 9 و 10 هم همینطور. تست 8 و 9 و 10 هم برای من جوابشو میفرستی. حله؟ 8 9 10 اینا رو واسه من بفرستید. حالا یه مقدار زیاد هستید، شاید طول بکشه من بررسی کنم. حالا بچه ها هستن کمک میکنن، دوستانی که دارن توی تألیف کتاب به من کمک میکنن، دانش آموزای قبلیم که الان خودشون دانشجو شدن، یکی از بچهای دانشگاه شهید بهشتی هستش که کمکم میکنه توی این قضیه، اینا رو حتما در واقع برای من بفرستید چون میخوایم بررسی کنیم. حله؟ حالا توی جزوه هم که هستش دیگه، آره دانلود جزوه هستش، میتونید از اونجا هم استفاده بکنید بچه ها، مشکلی نیست. حالا گفتم اسکرین بگیرید که دیگه دم دستتون باشه، دیگه بهانه‌ای نداشته باشید. آره الان توی سایت من خودم دارم میبینم بچه ها. بله خیلی راحت میتونید جزورم دانلود بکنید. من الان همین در همین لحظه دانلود کردم بچه ها، من همین الان دانلود کردم آوردم جزورم. بسیار خوب، خسته نباشید بچه ها. امیدوارم که کلاس مفید بوده باشه واسه تون. کلاس بعدی رو از دست ندید. یه کلاس مشاوره خیلی خیلی عالی خواهیم داشت بچه ها که به امید خدا اگر که صلاح دونستید میتونید شرکت بکنید. دیگه عرضی نیست، تا انشاءالله جلسه بعدی برنامه رو کامل خدمتتون عرض میکنم از طریق مراکزتون. بچه های شیراز از طریق آموزشگاه نسل قلم، بچه های کرمانشاه و هرسین از طریق در واقع قلمچی، بچه های کرج و تهران هم که خب طبیعتاً از طریق
نمایندگی مرکزی به راحتی میتونن در جریان کلاس ها قرار بگیرن. خسته نباشید بچه ها، امیدوارم که از کلاس استفاده کرده باشید. خدا نگهدار.